با اینکه در سالهای گذشته همواره منبرها در منقبت پادشاهان صفوی حرفها گفتند و البته حتی دستگاه رادیو تلویزیون دولتی ایران هم در مجموعه های تلویزیونی گسترده کوشیده برخی پادشاهان صفوی مانند شاه اسماعیل و شاه عباس رو مردانی که خود رو کلب آستان علی دانستند و به جد به شیعه‌گری همت گماشتند معرفی کنه و کوشیدند این افراد رو مردانی معرفی کنند که پشتیبانان مذهب بودند و پادشاهانی بزرگ، اما حقایق تاریخی کمی با این تفاوت داره. گفته میشه در آغاز سلسله صفوی علم و دانش در ایران نسبت به اروپای زمان خودش کمتر از 8 ساعت اختلاف داشت. روایتی که من نمیدونم تا چه اندازه صحت داره، اما سینه به سینه نقد شده که در زمانی که نخستین سفرهای اروپایی به ایران آمدند، تفنگ رو با خودشون به ایران آوردند و کمتر از 8 ساعت بعد صنعتگران اصفهانی همون تفنگ رو ساختند و در کنار تفنگ سوغاتی اروپایی ها گذاشتند. اما صفویه زمانی که ایران رو ترک میکنه و جای خودش رو به فاتحان افغان میسپره، صنعت، اندیشه، فرهنگ و علم در ایران بیش از هر زمان دیگری به عقب رانده شده. اونچه که دستاورد سلسله صفویه در تاریخ معاصر ایران هست رو در این زیر تیغ سانسور همراه با من، مهدی آقازمانی و بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب و کارشناس دائمی مجموعه برنامه‌های زیر تیغ سانسور همراهی کنید. دوران صفویه یکی از سیاه‌ترین و تاریک‌ترین دوران تاریخ بلند ایران است، حتی به خصوص بعد از دوران اسلام. البته شیعه‌گری و مثلا مراسم عاشورا و محرم چیز سوغاتی صفویه نیست، سوغاتی آل بویه در ایران در قرن سوم و چهارم هجری که مثلا عاشورا رو به صورت خیلی جدی تعطیل میکردن، طباخی رو تعطیل میکردن، تمام فروشگاه رو تعطیل میکردن و مراسم عزاداری به پا میکردن و غیر شیعه رو از خودشون میراندن. البته باید توجه کنید در اون زمان هم سنی ها از شیعه ها میکشتن در دورانی که قدرت داشتن، هم شیعه ها در زمانی که قدرت داشتن از سنی ها و از دیگر مذاهب از بین میبردن. برای مثال مثلا در دوره ملکشاه سلجوقی که اسماعیلیان به وجود میان، خب اینها رو کافر خطاب میکنن و شروع میکنن به قتل و غارت و اینا، و از اون طرف هم حسن صباح در حقیقت یک اپوزیسیونی به وجود میاره که بتونه تمامی قدرتمندان سلجوقی و دربار سلجوقی رو از بین ترور کنه. بنابراین یک چیز متقابل روبروی همدیگه بوده. ولی با آمدن صفویه اصلا مسیر این مجموعه‌ای که ما در ایران داشتیم متفاوت میشه. یک صفویه در پس از اسلام در حقیقت درازترین تاریخ سلطنت رو در ایران داره. حدود 221 سال، از 880 میلادی تا 1101 میلادی. ببخشید خورشیدی، هجری خورشیدی، یعنی از سال 1501 میلادی به مدت 221 سال بر ایران سلطنت میکنن و شروع سلطنتشون هم با شاه اسماعیل اوله که این شاه اسماعیل اول دین رسمی مملکت رو شیعه در حقیقت اعلام میکنه و به خصوص در تبریز که پایتخته شروع میکنن به غیر شیعه کشی. در دقیقا همین این نکته همینجا شروع میشه، یعنی در واقع مسئله از همینجا شروع میشه. آیا تا پیش از این دوره ما مذهب رسمی در ایران داریم؟ چون میدونم در دوره ساسانیان خب مذهب رسمی مذهب موبدان زردشتی است و طبقه بندی اجتماعی جایگاه ویژه‌ای برای موبدان و مذهبداران داشته، اما با ورود اسلام رسما حکومت‌ها ضمانت‌دار مذهب رسمی در ایران نیستند و برای اولین بار، من اونجوری که من حداقل در کتاب‌های تاریخمون یاد گرفتم، میگن که برای نخستین بار این حکومت صفوی است که مذهب رسمی رو در ایران اعلام میکنه. تا آیا واقعا اینطور هست؟ به همینجوری که گفتین اصولا این دین رسمی به خصوص مثلا در دوران ساسانی واقعا باعث عقب‌گرد جامعه ایران میشه و کار از روز اول نبوده، ولی بعدا در دوران شاپور اول این کرتیه که میاد و مذهب رسمی اعلام میکنه به شدت بر ایران، به پیکر
این مجموعه ایران که از دوران هخامنشی به یادگار مانده صدمه وارد میکنه، چون ایران قرار است که یک مجموعه باشه، این امپراتوری بزرگ که از همه ایده ها و ایدئولوژی های مختلف باشه. متاسفانه در دوران ساسانی و بعداً در دوران صفوی، در دوران صفوی به دلیل اینکه ما برای نخستین بار پس از دوران ساسانی به یک مجموعه میرسیم مثل ایران شهر، یک کشوری درست میشه مثل ایران که حدود و ثغورش تقریبا معلومه، این است که داشتن دین رسمی صدمه بسیار میزنه. درست. و ما اگر 500 سال اینو بیاریم جلو و جمهوری اسلامی رو با صفویه مقایسه کنیم، چه اتفاقی در صفویه میفته؟ به محض اینکه دین رسمی اعلام میشه، به محض اینکه این شقاوت ویژه، این خشونت ویژه علیه دیگر اندیشان اجرا میشه، چه اتفاق میفته؟ همه اون کسایی که اندیشمند بودن، شاعر بودن، نویسنده بودن، دیگر اندیش بودن، از ایران میروند. یعنی میروند به فرض کنید به پادشاهان گورکانی هند، میروند در اونجا در اون مملکت هندوستان که آزادی عقیده وجود داره و این سبک هندی که شما از صاحب تبریزی الان خوندید شعرشو، از همینجا به وجود میاد. این شاعرانی هستند که رفتند در هندوستان زندگی میکنن و این سبک رو به وجود میارن و در پناه تمثیل سعی میکنن حرفاشون رو پنهانگویی کنن، پنهانگویی میکنن باریکلا. و الان شما 500 سال بیرین ورته خمینی، بله خمینی که میاد چه اتفاق میاد؟ همین اتفاق. به محض اینکه یک همچین دینی رو میاره، یک همچین شرایطی رو در قانون اساسی ایجاد میکنه، مردم ایران چه روی کرده؟ فرار میکنن. مجبور میکنن به اروپا و آمریکا که امروز مهد دموکراسی و در واقع سکولاریزم هست پناه. بنابراین به جای اینکه احسان یار شاطرها اونجا باشن، در ایران باشن، در مجبورن بیان در دکتر فیروز نادری ناسا بعد اونجا باشه، میاد اینجا. بنابراین چرا؟ یعنی فرض کنید امروز امریکای ما هند اون موقع است در حقیقت، که مردم بتونن یک نفس راحت بکشن، برای خودشون به راحتی زندگی کنن و بتونن تمام اون هوشمندی، ذکاوت، فراستشون رو به منصه ظهور برسونن. دقیقاً. خیلی خیلی مثال جالبی زدید. یعنی با این مقایسه تطبیقی بین جمهوری اسلامی و صفویه و آغاز این هر دو و این کوچ مهاجرت در واقع نواندیشان، دیگر اندیشان، دیگر باوران از کشور ایران به خارج از کشور، میشه مقایسه کرد. حالا ما الان یک ذهنیت، یک تصور دقیق‌تری از آغاز دوره صفویه داریم. میدونم دوره صفویه پس از یک مجموعه درازی از خلافت بیگانگان بر ایرانه که در واقع شکل میگیره، تا قبل از صفویه و قبل از در واقع حمله مغول که به سلسله های ایلخانی ها تبدیل میشه، ایران تحت خلافت عباسی هاست و کسانی که بر عباسی ها میشورن و همواره بخشی از ایران رو دارن. اما برای نخستین بار با سقوط سلسله عباسی به وسیله حمله مغول و بعد از دوره گذاری که سلسله های ایلخانی و دیگر سلسله ها در ایران دارند، برای نخستین بار صفوی ها میان و ایران رو به دست میگیرن. ایرانی که در پناه این جنگ های قدرت هر کدوم از بخش های این کشور دارای سبک و سیاقی بوده، یا حتی من میدونم که باورمندان به آیین های پیش از اسلام مثل مسیحیان، مثل یهودیان در ایران خانه داشتن، زندگی میکردن، به یک باره با یک فضای ایدئولوژیک حاکم روبرو میشه که شروعی از کشتارها رو داره. فیلم مثال عرض میکنم در همین تبریز که در ابتدای صحبت به عنوان نخستین پایتخت صفویه شما معرفی کردید، یکی از افتخاراتشون هست که در تبریز دیگه هیچ یهودی زندگی نمیکنه. آیا واقعا تبریز هیچ خانه یهودیان نبوده یا کشتاری در تبریز صورت میگیره که تبریز رو از یهودیان پاک میکنه؟ یا اصفهان دومین پایتخت اینها، جایی که میدونیم بیشترین میزان یهودیان رو در خودش جا داده، آیا واقعا این پاکسازی نژادی اینجا انجام شده؟ آیا میشه بر اساس شواهد تاریخی پادشاهان صفویه رو به نسل کشی دگر باوران در ایران متهم کرد؟ و اگر امروز بود میگفتیم که اینها بایستی به عنوان جنایت علیه بشریت در عصر خودشون محاکمه بشن؟ خدمت شما عرض کنم که حتما اینطوریه. ببینید یک کسی که الان اسمش یادم نیست، ممکن در خلال برنامه یادم بیاد، یک سیاح جهانگرد یهودی از اروپا میاد ایران در دوران در دوران سلجوقیان و جمعیت یهودیان ایران بزرگ رو
یک چیزی حدود 1,000,000 نفر فقط اعلام نمیکنه، دونه دونه شهرها و قصبات رو میره و این تعداد افراد رو به تعداد، یعنی مثلا میگه 300 خانوارن که مشتمل است بر اینقدر مرد، اینقدر زن و اینقدر کودک و جمعا 1,722 نفرن مثلا و و و و و بسیاری از شهرستان ها رو هم نام میبره، مثلا به مثلا لار در فارس که الان من یادمه که این جمعیت یهودی داشته ولی بعدها اصلا جمعیت یهودی به طور کامل از سکنه یهودی خالی میشه. و این در دوران ایلخانان مغول بعد از کشتارهایی که مغولان در ایران میکنن طبیعتا یهودیان هم جان به در نمیبرن، همه و در دوران ایلخانان مغول یه چیزی حدود 450,000 یهودی در ایران زندگی میکرده، اواخر ایلخانان و پیش از ظهور صفویه. درسته. حالا یه چیزی حدود 220 سال صفویه قدرت در دست میگیره، یه چیزی حدود 70-80 سال هم بعدش زندیان و افشاریان و اینا هست، افشاریان و زندیان هستن که بعد آقا محمد خان قاجار و فتریشای قاجاره، یعنی بعد از یه چیزی حدود 300 سال جمعیت یهودی ایران از حدود نیم میلیون نفر تبدیل میشه در دوران فتلیشا به 15,000 نفر، یعنی به این اندازه کشتار صورت گرفته. کشتاره، فقط کشتار، تغییر مذهبه است. کشتاره، تغییر مذهبه، نفی بلده، یعنی که اینا رو حرکت میدادن از شهرهای خودشون. درسته. اخراج میکردن، اینا هم در طول راه فوت میشدن، از بین میرفتن. اتفاقا اشاره شما به نفی بلد من رو به یاد فاجعه میندازه که به سکونت هزاران مسیحی در اصفهان، در واقع ارامنه در اصفهان منجر میشه. اون چیزی که گفته میشه در زمان شاه عباس مسیحیان یا ارامنه مجبور به نفی بلد و جابجایی برای این میشن که اقتدار نداشته باشن، که بخوان کشور مستقلی داشته باشن، و مجبور میشن به پایتخت در واقع دوره صفوی یعنی اصفهان کوچ کنن. کوچ نمیکنن، میارنشون، به زور میارنشون، یعنی نفی بلد مجبور به کوچشون میکنن. کوروش بزرگ، فرق بین کوروش و این فرض کنید شاه عباس، کوروش میگه که هر کسی درش میخواد از این برده هایی که آزاد میشن در شهر بابل، هر کی درش میخواد به کشور خودش برگرده، که یهودی ها هم یکی از اون مجموعه هستن که تاریخ گزارش میده، یعنی به تاریخ گزارش میدن که ما یهودی ها دیدیم یک پادشاه بسیار عادل انسان دوستی اومده، یه تعدادی برمیگردن مملکت خودشون اسرائیل، ولی یه دهی نصف تقریبا اونا برمیگردن با کوروش وارد خاک ایران میشن و در جای جاهای ایران میرن زندگی میکنن. فرق بین شاه عباس که قدرت رو داره، ارمنستان و گرجستان رو بخشی از ایران اون موقع است یا در حد ید قدرتشونه، اینها میرن حمله میکنن، این ارامنه رو ور میدارن، به زور میارن در جلفای اصفهان ساکن میکنن. البته درسته که ارامنه بعدن اونجا به قول معروف پاتخت میشن و اونجا زندگی میکنن و شروع میکنن به زندگی کردن و خودشون رو وفر میدن و خودشون باعث میشن که یکی از بزرگترین تحولاتی که در ایران قرن 19 هم اتفاق میفته که مدرنیته بیاد به ایران، حضور ارامنه در ایرانه. بلد. یعنی ارامنه در چیزهای مختلف مثل موسیقی، تئاتر، نقاشی، همه چیزهای مدرن رو هم خودشون ابداع میکنن، هم از غرب میگیرن و هم از این تهاتری که با ارمنستان دارن و شکوفا میکنن دوران ایران در قرن 19 رو. اما اگر که اشتباه نکنم آقای دکتر ملیک حسپیان در کتاب معروفی هم که دارن، اسم کتابشون به خاطرم نیست، شاید شما به ارمنستان در گذرگاه تاریخ، ارمنستان در گذرگاه تاریخ، به این مسئله به طور مشخص با اسناد و مدارک اشاره میکنه که کوچ اجباری ارامنه از منطقه فلات ارمنستان به اصفهان و دیگر شهرهای داخلی در فلات ایران تدبیری بوده که پادشاهان صفوی برای جلوگیری از استقلال یا به عبارتی قدرت گرفتن اقوام ارامنه در شمال غرب ایران اون زمان داشتن. یعنی این کوچ اجباری رو تایید میکنه که به نوعی نفی برده. آیا میشه این رفتار رو با رفتاری که ترکیه در 100 سال پیش در مورد ارامنه داشته مشابه دونست؟ یه چیزی در مورد صفویه که خیلی جالب است که آدم بگه و اون این که برعکس اون که میگویند که این باعث هویت ایرانی شد، هدف اینا اصلا هویت ایرانی نبوده. شما اگر بروید به مکاتبات بین ایران، ایران صفوی و
ترکان عثمانی نگاه بکنید، جالب است بگوییم که نامنگاری که ایرانی ها میکردن به زبان ترکی بوده و نامنگاری که دربار عثمانی میکرده به زبان فارسی بوده. یعنی ترکان عثمانی به فارسی علاقه بسیار داشتن، زبان فارسی رو خیلی با ارزش میدونستن، شعر میگفتن به این زبان و اصلا در دربار این زبان رسمی دربار عثمانی بوده و بالعکس متاسفانه در دربار صفویه زبان ترکی بوده. خب خودشون هم آذری زبان بودن و این خیلی جالبه. مثلا فرض کنیم برای من خیلی تعجب آوره که البته یه مقاله هم در ایران شهر یه موقعی بوده در 12 سال پیش نوشتم، این موضوع رو مطرح کردم که چرا ایران عقب ماند. آقای دکتر علمداری نوشته که مقایسه کرده دوران صفویه رو با دوران رضا شاه، یعنی مقایسه نکرده، مثلا گفته که دوران صفویه هویت ایرانی رو به وجود آوردن و بعد در دوران رضا شاه هویت ایرانی رو رضا شاه گرفت و درست برای من عکس اینه. یعنی در دوران رضا شاه ما واقعا میبینیم که هویت واقعی ایرانی رو رضا شاه تونست به ایران برگردونه. حداقلش اینه که یک فرهنگستان ایجاد کرد که این فرهنگستان واژه های فارسی رو به ما ارزانی داشت که امروز بتونیم بسیاری از واژه هایی که معرب شده بود در فرهنگ ما تغییر بده و این واژه ها رو به فارسی برای ما به یادگار بگذاریم. آقای خلیلی، خیلی ها معتقدن که از همین دوره صفویه این ورود واژگان عربی به زبان فارسی قوت گرفته، به خاطر اینکه ادبیات و منطق زمان اون دوره به دلیل نفوذ علمای شیعی به داخل قالب حکومت و اینکه یه بخش از این علمای شیعی خودشون لبنانی هست و از لبنان به ایران آورده میشن، اگر اشتباه نکنم جبل آبلی ها که اساس فقه شیعه امروزی که در حوزه های علمیه ایران هم مطرح میشه و درس داده میشه همین فقه هست و کسان بزرگی هم از میان اینها هستن که در دنیا معروفن، مثل شیخ اشراق یا کسان دیگری که به این تفکر نظری نگاه دارن یا از این تفکر نظری به نوعی آبشخور ذهنیت ذاتیشون هست، یا اساساً عرفانی که از دل همین قضیه به حدودی عرفان اسلامی که از دل همین قضیه خارج میشه، نشون میده که اینها اساساً سرآغاز ایجاد یک زبان فارسی امروزی هستن که همین واژگان عربی درشون استیلای کاملتر و بهینه‌تری داره، یا دستور زبانی که ما به دستور زبان مکتبی یا دستور زبان حوزوی بهش اشاره میکنیم که امروز هم در ادبیات جاری جامعه ایران کاملا به چشم میاد و ما کاملا متوجه میشیم کسی که از ایران میاد نوع گفتارش حتی تغییر کرده در 30 چند سال گذشته. همین که میگی در مورد ماجرای صفویه، ببینید جد صفویه شیخ صفی الدین اردبیلی که شیعه نیست، این سنی مذهبه، یعنی اهل تسننه و تا پشت دوم و سوم همین ادامه داشته، تا شیخ حیدر ادامه داشته. به یک باره اینا شیعه میشن و به یک باره شروع میکنن به خون ریختن از اهل سنت و بعد میان میبینن که خب کم دارن، یعنی کمبود دارن از لحاظ کسانی که بتونن این مذهب رو در ایران جا بندازن. آقای دکتر نوریالا، یک اسماعیل نوریالا یک کتاب داریم که شرکت کتاب منتشر کرده با عنوان دینکاران امامی، که این دینکاران امامی نشون میده به روشنی که از لبنان، از جبل عامل لبنان تعداد زیادی از آخوند و روحانی شیعه وارد ایران میشه و اینا زبان فارسی بلد نبودن و کم کم اینا جا میفتن در هرم قدرت روحانیت در ایران و اینا باعث میشن که بیشترین مقدار خرافات و بیشترین مقداری که مردم رو از علم و دانش بی بهره بکنه، همینا باعث میشن که این اتفاق بیفته. ببینید، خیلی دارم بخواد این موضوع رو همه رو تطبیقی کنم، به دلیل اینکه دوران صفویه که تاریکه، دوران جمهوری اسلامی هم همینه. مثلا دوران کتابه، کتاب در دوران صفویه این صاحب تبریزی و کلیمه کاشانی اینو که حرکت میکنن اون ور پربار میکنن، یعنی هندوستان رو پربار میکنن، این ور کمبود پیدا میشه در دوران صفوی. در دوران جمهوری اسلامی هم همینجوریه. ببینید، در دوران جمهوری اسلامی الان کتابایی که منتشر میشه چرا مردم استقبال نمیکنن؟ از
کتابایی که ناشران منتشر میکنن، ناشران که تقصیر ندارن، ناشران مجبور به سانسورن و یا نویسندگان مجبور به خود سانسوری هستن. این سانسور باعث شده که مردم دیگه استقبال نکنن از کتاب، در حالی که در خارج از کشور در چه زبانهای که بچه ها یعنی جوانهایی که اومدن، این ایرانی های مستعدی که واقعا باهوشن، با ذکاوتن، با فراستن، اومدن در مملکت های خارج، اینا در خانواده که علاقمنده که بچه هاشون تحصیل بکنه بزرگ شدن، زبان فارسی کمتر بلدن، ولی کم به زبان که کشور میزبان واردن. شما هر روز میبینید یک کتاب، چند کتاب از جوانان ایرانی، از ایرانی تباران به زبانهای مملکت خودشون، مثلا بیشتر البته انگلیسی، چه در امریکا، چه در کانادا و چه در انگلستان به زبان انگلیسی، در آلمان به زبان آلمانی این کتاب ها داره منتشر میشه و نشون میده که این ملت و این اهالی این مملکت میتونن باروری کنن، میتونن اطلاعات و دانش خودشون رو به بقیه ملت های دیگه بدن. ولی متاسفانه سد بلندی که دیوار بلندی که جمهوری اسلامی در برابر علم و دانش، در برابر فقط نه علم و دانش عادی و شعر، شما الان دیوان پروین اعتصامی رو ببینید، در این برنامه مفصل پرداختیم. بله، دیوان پروین اعتصامی، پروین اعتصامی مورد مثلا محبت روح الله علی خامنه ای هم هست و یا به عبارتی او سعی میکنه که نجوم بده پروین رو میخواد حیرت انگیز تبلیغ کنه. شما انتظار دارین مردم دیگه علاقمندی نشون بدن به کتاب؟ قطعا علاقمندی نمیشه. موسیقی همینه داستانش. شما که نمیتونید یک فقط یک نوع موسیقی رو به خورده مردم بدین، زنها رو از خواندن محروم کنید. امروز دیدم فکر کنم یا بی بی سی بود یا رادیو فردا، یک کدومشون یک خانم تهرانیان رو نشون میداد، ببخشید نیوز چیز بود، اروپایی بود، نشون میداد خانم تهرانیان یک هنرپیشه ایرانی که برای نخستین بار بدون حجاب خودشو در فیسبوک نشون داده و به شدت مورد حمله قرار گرفته. بله، خانم صدف طاهریان که البته در هفته گذشته اقدام به کشف حجاب کرد و مورد توجه برخی از برنامه سازان فارسی زبان هم قرار گرفت که قطعا دوستان تصاویری از ایشون رو هم نمایش میدن. آقای خلیلی، یه نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره، بروز چهره هایی هست که در سالهای گذشته به طور خیلی جدی به وسیله حاکمیت در ایران تبلیغ شدند و اینها رو به عنوان الگوها و سمبولهای توسعه، پیشرفت، فهم، درایت، دانش و آگاهی در ایران عصر صفوی ازشون نام میارن. سرآمد اونها فردی است به نام شیخ بهایی که به هیچ تردیدی برای همه ما آشناست. اگر بخوایم بخشی از این برنامه امروز رو روی شخصیت شیخ بهایی متمرکز کنیم، ما یا شیخ بهایی رو اگر بخوایم با امروز جمهوری اسلامی مقایسه کنیم به کی باید نزدیک بدونیم؟ آیا باید نزدیک به صادق خلخالی حاکم شهر بدونیم، نزدیک به مصباح یزدی روحانی متنفذ امروز جمهوری اسلامی که توریسین خشونت و امارت اسلامی در ایران هست و یکم منفورترین چهره های جمهوری اسلامی هست نزدیک بدونیم؟ به چه کسی شما؟ به اکبر هاشمی رفسنجانی؟ نمیدونم، واقعا نمیدونم چه کار باید کرد. آیا واقعا او صاحب این خرد، درایت و شعور و نبوغ هست که در معماری، در نمیدونم ساخت مسجد شاه، در ساخت منار جنبون، در ساخت حمام که معروف بود که در متاسفانه خراب شد، یا اینا واقعا حضور داشته، یا اینکه نه اینا افسانه هایی است که بعدن آخوندها به دلیل داشتن منبر از شیخ بهایی ساختن؟ هنوز برای مشخصا برای تاریخ روشن نیست که این دو تا شیخ بهایی هست، یه شیخ بهایی مذهبی هست، یک شیخ بهایی دانشمند هست، یا واقعا این دو تا در یک چهره اتفاق افتاده. ولی چیزی که قدر مسلم اینه، این کسایی که به صورت فقها، یعنی حالت یعنی فقیه عالی قدری که امروز در وجود داره و مقایسهش که میکنیم با دوران صفویه، خب طبیعتاً به مراتب خطرناکتر امروزه، چرا که با توجه به اون عقایدی که در 500 سال گذشته بوده تونسته خودشو پالایش بده و ویرایش بکنه و بهترین نوع برای سرکوب مردم، برای اینکه مردم رو از مسیر علم و دانش جدا بکنن استفاده بکنه که مورد بتونه ادامه بده بیشتر و بیشتر
حکومت خودشو. این سوالی که من مطرح میکنم آیا خیلی یک دلیلی داره؟ از یک سمت من در کتابای تاریخی یا به عبارتی در اون بخش از تاریخ که برای ما در مدرسه و دبیرستان خصوصا بعد از انقلاب روایت شده، ساخت برخی از مهمترین ابنیه تاریخی اصفهان رو که سرآمد معماری قرن نهم و دهم هجری در ایران هست، خورشیدی در ایران هست، رو منتسب میکنن به شیخ بهایی. این سمت یک تناقض بزرگی که وجود داره. کتابی است به نام کشکول شیخ بهایی، شعرها یا لطیفه ها یا نوعی نگاه جنسیت گرایانه، نوعی نگاه سخیف که در کتاب کشکول شیخ بهایی بروز پیدا میکنه و اساسا آدم توقع نداره یک فردی که عارف، دانشمند، آگاه، فقیه، فیلسوف و با صدها عنوان دیگه ازش یاد میشه، این سمت خودش رو اینگونه جلوه بده. آیا این تناقض رو شما هیچ وقت پیگیری کردید؟ من نخست اینو بگم که اگر فرض کنید معماری دوران صفوی پیشرفت میکنه، در دوران جمهوری اسلامی هم برج‌های بلند، ساختمان‌های بزرگ، اینا به وجود آمده، بزرگ راه‌های بسیار به وجود آمده. این دلیل بر این پیشرفت یا فلواقع ارزشمندی یک بخشی از تاریخ ایران نمیشه. مسئله حقوق بشر از این چیزها پر اهمیت داره. مسئله اینکه همه انسان‌ها زیر یک چتر عدالت زندگی بکنن به مراتب پر اهمیت تره. درش تردیدی نیست که در دوران صفویه به خاطر حکومت مرکزی و به خاطر اموالی که اینا تونستن جمع‌آوری بکنن در اصفهان و به خصوص در اصفهان که پایتخت بوده، اینا تونستن یک ابنیه بسیار بزرگی مثلا فرض کنید میدان چهارباغ و اینا رو بسازن. این که درش تردیدین، ولی مهم اینه که آیا این ساختمان‌هایی که کردن آیا مانند دوران هخامنشی که تخت جمشید پرسپولیس درست کردن که از دل خاک الان در دانشگاه شیکاگو اون کتیبه‌ها رو، اون لوح‌ها رو به دست آوردن که نشون میده که اینا از بردگان استفاده نکردن در اون دوران که همه برده بودن، حقوق دادن به زنان، اجازه میدادن حامله بشن، به زنان اجازه میدادن، یعنی حامله بشن که البته دست اون نبود، ولی اجازه میدادن مرخصی برن. یعنی اون چه که امروز در جامعه مدرن و متمدن بشری مرخصی با حقوق، یعنی نشون میده که مرخصی با حقوق گرفتن. مهم اینه که وقتی آدم در مورد پرسپولیس صحبت میکنه و با افتخار صحبت میکنه، یعنی اون امارت یا اون ابنیه یا اون کاخ بر دوش ستمکشان بنا نهاده نشده، بلکه بر اساس یک قوانین مرتب و منظمی این اتفاق افتاده در یک امپراتوری، در حالی که بالعکس در دوران صفویه این اتفاق نیفتاده. اینها بر اثر بیگاری ها و بر اثر استفاده غیر مشروع و غیر انسانی از انسان ها اینا به وجود اومده. طبیعتاً میتونه معمار خوبم اون موقع وجود داشته باشه برای اینکه این کار انجام بشه. بازشناسی تاریخ ساخت این ابنیه ها نشون میده که عموم ابنیه هایی که در دوره صفویه ساخته شده به نیمه نخست حکومت صفویان تعلق داره، حتی به 70 سال اول تعلق داره. در الباقی این دوره ما کمتر ساخت ابنیه موقر و محترمی رو میبینیم که تاریخ رو تحت تاثیر قرار بده. اگر نگاهی هم به قبل از صفویه داشته باشیم، یعنی در دوره‌های بعد از مغول که در اونها هم ساختمان سازی رونق گرفته و اساسا هنر معماری اسلامی ایرانی از همین دوره شکل گرفته، مثل مسجد گوهرشاد در اصفهان، در مشهد یا بسیاری از ابنیه دیگه که در دوره حکومت جانشینان مغول در ایران تا دوره صفویه ایجاد شده، آیا میشه این تصور رو داشت که اون نهضت ادامه نهضت معماری مدرن ایرانی اسلامی که از دوره بعد از مغول ایجاد شده، در دوره ایلخانی ایجاد شده، اینه که داره ادامه پیدا میکنه در صفویه و در همون نیمه نخست صفویه هم متوقف میشه یا نه؟ ببینید اصولا که هیچ نمیتونیم که بگیم که یک هنر یه دفعه به وجود اومده و از قبل خودش استفاده نکرده. حتی دوران هخامنشی شما وقتی کارهای آشوری ها رو میبینید که قبل از هخامنشی هم بودن، کاملا نشون میده که این معماری استفاده شده از اون نبوغ آشوری ها. در این که میگید که اوائل سلسله صفوی این چیزها به وجود اومده، البته که کاملا درسته. علتش هم اینه که معمولا سردودمان ها و یا اوائل یک سلسله باعث کارهای معمولا بزرگتری انجام میدن. شما اگر کتاب کالبوچی کافی یک طغیان مال احمد احرار
که شرکت کتاب افتخار میکنه، آقای احرار میدونید که از نویسندگان قدیمی ایران هستن، مدت مدیدی سردبیر کیهان چاپ لندن بودن و الان در پاریس فرانسه زندگی میکنن. کالبوچی کافی یک طغیان رو که در مورد شاه سلطان حسین نوشتن دقیقا نشون میدن که تا چه حد این شاه سلطان حسین و این یعنی اواخر دوره صفوی همینجوری که دارید میگید در فساد غوطه‌ور بودن که اصلا داستان معماری نداشتن. کتاب کالبوچی کافی یک طغیان که شما میفرمایید که به سقوط این دوره هم منجر میشه، برای من یادآور نکات جالبی بود که هیچ وقت در تاریخ نخوندیم یا این حرف ها رو برای بعد از صفویه خوندیم. بارها در تاریخ از جنایت های کسی مثل محمود افغان یا مثلا از برخی از رفتارهای عجیب و غریب نادرشاه افشار که مثلا فرزند خودشو کور کرده، میل در چشمش کشیده شنیدیم، در حالی که این اتفاقات به شواهد به گواه تاریخ در صفویه به مراتب بیشتر بعد در عصر خود شاه عباس رخ میده که فرزندانش رو کور میکنه یا دستور به قتل جانشینان خودش میده و چه فجایعی که در زمینه فرزندکشی انجام میده. چرا اینها به یک صورت ویژه‌ای در 30 چند سال گذشته سعی شده از رفتارهای پادشاهان صفوی هست؟ خب اصولا جمهوری اسلامی نباید رابطه خوبی با شاه و شاهان داشته باشه، اصولا شاهان رو دشمن خودش تلقی کرده، طاغوت دونسته، در طول این سالها به دلیل اینکه پادشاهی پیشین ایران رو، آخرین نظام پادشاهی در ایران یعنی نظام پادشاهی پهلوی رو از قدرت ساقط کرده، همیشه سعی کرده خودش رو کسی بدونه که بر علیه همه تاریخ پادشاهی ایران شوریده. اما به پادشاهان صفوی که میرسه مماشاتی در رفتار متفکران جمهوری اسلامی میبینیم. این رو چه دلیلی میبینید و آیا شما معتقدید مثل من که نوعی تطهیر از رفتارهای خشن و سبوعانه پادشاهان صفوی انجام شده؟ خب دو سه تا نکته گفتین. در وهله اول اجازه بدیم بگم که اینکه در تاریخ ما همش به محمود افغان بدوی راه میگیم تو تاریخ ایران یا به اشرف بدوی راه میگیم، اشرف افغان، فی الواقع یک نوع ناجوانمردیه، به دلیل اینکه این پادشاهان صفوی بودن که با خونریزی‌های وحشتناک، خونریزی‌های بسیار در داخل افغانستان مذهب شیعه رو می‌خواستن جا بندازن و کشت و کشتارهایی که کردن حیرت انگیزه. اینه که وقتی محمود افغان میره در مکه و مدینه یا در بلاد به هر حال عربستان، اونجا فتوا میگیره که این پادشاهان شیعه حکم مرگشون واجبه و قتلشون واجبه و قتل شیعه ها واجبه، با فتوا حمله میکنه به، یعنی زمینه یه حمله محمود افغان به ایران، بله، در حقیقت یک زمینه مذهبی با فتوا از مراجع سنی تباری هست که اون زمان در بلاد عربی حاکمن و پایش کشتارهای مکرر صفویه از افغانستان و اینا فی الواقع پاسخی دادن به این کشتارهای وحشیانه. یاد ما در ایران کشتار کردن تا به اصفهان، بله سنن. البته، ولی یادمون باشه که افغان ها همیهن ما بودن، اصلا ما همه یکی بودیم، تفاوتی نمی کنیم. مثل فرض کن گرجی های ایرانی، گرجی ها رو همین آقا محمد خان قاجار اینا به کشتن دادن، قتل عام کردن، خواهران و برادران ایرانی ما رو در حقیقت اینا کشتن، بعد بچه ها رو آوردن و دخترها رو آوردن، دخترها رو به زور بهشون تجاوز کردن، در دوران صفوی هم همینه و مردها رو کشتن، یه دیرم به اسارت رو آوردن، یه دیرم غلام بچه کردن، یعنی تمام فجایعی که ممکن علیه یک ملت انجام بده که آدم ها علیه ملت های دیگه ممکنه انجام دادن در گذشته، ولی متاسفانه علیه ملت خودمون انجام دادیم و این پاسخی بوده که افغان ها دادن به این بخش دیگر ایرانی خودشون. و حالا نمیگم محقنایی تفاوتی نمیکنه، خشونت و جنایت هر دوش کار بدیه، ولی کن این که ما فقط بگیم محمود افغان این کار کرده، فی الواقع محمود افغان بدون گذشته این کار نکرده، مثل جریان خمینی و صدامه. خمینی اینقدر موضوع صدام رو و توهین و تحریک و تحریک شیعیان عراقی انجام داد تا بالاخره صدام به ایران تجاوز کرد. یعنی این یک تک و پاتکه که
معمولا اتفاق میفته بین این رژیم های ایدئولوژیک. مشابه همین رفتار صفویه در افغانستان رو میشه مشابه رفتار همین امروز جمهوری اسلامی در مناطق کردنشین غربی ایران دونست که کشتار میکنن، دستگیر میکنن، بازداشت میکنن و نهایت در واقع سبوعیت رو در مقابل هموطنان کرد ایرانی تبار ما مورد در واقع چیز قرار میدن دیگه. بله متاسفانه این یک چیزی است که مثلا ترکیه فکر میکنه که با سرکوب کردها میتونه یک ترکیه واحد رو نگه داره. این ممکنه در کوتاه مدت اتفاق بیفته ولی در بلند مدت این قضیه غیر ممکنه. در ایران ما هم این قضیه همینه. بعضی از ایران دوستان در حقیقت میگویند آقا ما نباید جمهوری اسلامی رو علیهش حرفی بزنیم یا جمهوری اسلامی رو اگر امروز ساقط بشه، اگر امروز جمهوری اسلامی سرنگون بشه سبب میشه که ایران چند پاره بشه. این واقعیت نداره. ایران اگر چند پاره بشه به خاطر حکومت جمهوری اسلامیه که فقط یک بخشی از ایرانیان رو شهروندان درجه اول محسوب میکنه و بسیاری از ایرانیان رو شهروندان درجه دو و درجه سه محسوب میکنه. اگر قرار بشه ایران صدمه ببینه و چند پاره بشه به خاطر حضور جمهوری اسلامی در وطن ماست، نه بالعکسش. متاسفانه طرفداران جمهوری اسلامی میخوان یه کاری بکنن که ایرانیان خارج از کشور که حداقل تریبون دارن، آزادن، میتونن در مورد افکار و نیات جمهوری اسلامی صحبت بکنن یا در مورد اعمال سرکوبش صحبت کنن یا تخلفاتش در مورد حقوق بشر صحبت کنن، دهن این افراد رو ببندن و اجازه ندن که علیه جمهوری اسلامی صحبت کنن، در حالی که این جمهوری اسلامیه که با اعمال ناشایست خودش، با ارتکاب جنایت‌های بسیار و تبهکارانه خودش میخواد ایران رو چند پاره کنه. عذر میخوام ازتون آقای خلیلی. یک شخصیتی در تاریخ صفویه ما داریم به نام ملا صدر یا صدرالمتالهین که به این لقب هم معروفه. این فرد به شدت مورد علاقه علی خامنه ای است. حتی بنیادی به عنوان بنیاد صدرالمتالهین که برادر علی خامنه ای، محمد خامنه ای، اون رو در 30 سال گذشته اداره کرده در ایران ایجاد شده و مبنای نوعی از فلسفه و فقه اسلامی که مورد توجه ویژه رهبر جمهوری اسلامی هست دقیقا همین فلسفه صدریه و ملا صدرایی است. این رو میشه در مورد این شخصیت هم صحبت کنید؟ آیا منابعی هست که آدم بتونه در مورد افکار و نظریات واقعی این آدم بیشتر بدونه و ببینه تا چند اندازه این نظریات مطابق با استانداردهای جهان امروز هست، تا چند اندازه مقصگرایانه است؟ واقعیتش اینه که هیچ کدوم از این چیزها با استانداردهای امروز علمی بشری امروز مطابقت نمی‌کنه. آیا ملا صدرا در زمان خودش و در اون دوره‌ای که بوده آیا اطلاعاتی داده که این اطلاعات با ارزش یا ارزشمنده و آیا قابل استفاده است به عنوان فلسفه، به عنوان حکمت، اینا قابل استفاده است یا نه؟ ما اینا رو باید در چارچوب تاریخی خودش نگاه بکنیم. درسته. و استفاده بکنیم ازشون. امروز با شرایط امروز مدرن امروز قرار نیست که ما حکومتمون رو برای این اساس توجیه کنیم. ببین مشکل جمهوری اسلامی اینه که مسئله رو، یعنی موضوع ملا صدرا رو میخواد بیاد در دوره امروز در قرن 21 پیاده کنه و ازش متابعت کنه و ازش استفاده بکنه و همش اونا رو تبلیغ کنه، در حالی که موضوع جهان بشری امروز اصلا اینا نیست. موضوع جهان بشری امروز استفاده از آخرین رهاوردهای علمی پزشکی، همینجوری که آخوندا وقتی اتفاق براشون میفته مریض میشن، یا مثلا آقای کنیب همیشه وقت پیش مرد ایشون بله بارها رفتش انگلیس برای معالجه دیگه. بله. برای چی میرم معالجه بکنن در انگلیس یا چون نرفتن امروز شفا بگیرن؟ آخرین تحقیقات پزشکی رو میخوان ازش استفاده بکنن. یا آخرین تحقیقات پزشکی با قضایی های ملا صدرا و ایکس و ایگر گذر و اینا قدیمی قرار نیست انجام بشه. شما اگر بخواید چارچوب بنای حکومتی و سیستم مملکتی رو بر این چارچوب بنا بذارید که غلط، ولی اگه بیاین در چارچوب اینی بگید که شما یه یک میراثی دارید که این میراث رو میخواید نگاه بهش بکنید، چی بوده، چی نبوده، از چه فلسفه ای استفاده میکردن، چه بخشایش میتونه بالنده باشه مورد استفاده قرار بدین، اونش اشکال نداره، هیچکس با اون مخالفتی نداره.
مشکل ما در مورد جمهوری اسلامی اینه که هزار هزار کتاب های غیر علمی عقب مانده خرافاتی چاپ و منتشر میشه با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار میگیره، کتاب های درست رو سانسور میکنن، کتاب های روانشناسی درست رو سانسور میکنن، تازه اگر اجازه بدن قطی که تیکش میکنن تا چاپ میکنن، و یا اینکه اصلا اجازه چاپ نمیدن. درسته، با کمال تاسف همینطوره. آقای خیلی خیلی نکته جالبی اشاره کردید، من دلم نمیاد این نکته رو یک بارم من برای بینندگان خوبمون مطرح نکنم. همین امروز برای سلامت جسم و جان من و شما، حتی خود من و شما، در جمهوری اسلامی از داروهایی استفاده میشه که مطابق شرایط، استانداردها و علم روز تولید شده، اما برای سلامت جامعه که نیاز به قوانین و داشتن مفاهیم درست اجتماعی هست، هر گونه نگاه فلسفی اندیشمندانه برآمده از علوم انسانی مدرن رو ممنوع قلمداد میکنن و به کتب شرعی که متعلق به 1400 سال پیش هست یا برآمده به عصر صفویه هست، از همین نگاه جبل‌العمولی که امشب در موردش مفصل صحبت کردیم استفاده میکنن. نکته تناقض بسیار جالبی رو نشون میده. سلامت جامعه بایستی با نسخه های هزار سال پیش طراحی و تنظیم و تصویب بشه، ولی سلامت جسم باید با نسخه های امروزی و بروز شده. دقایق کوتاهی تا پایان برنامه فرصت داریم. در عصر صفویه همسایه غربی ایران عثمانی ها هستند. برخی اعتقاد دارند که حضور عثمانی در غرب ایران تأثیرات شگرفی در داخل ایران داره، حتی اینکه اروپایی ها علاقمند به مبادلات سیاسی و رفت آمده به ایران میشن رو یکی از دلایلش دشمنی مشترک اروپا با عثمانی و صفویه با عثمانی میدونن. تا چه اندازه شما همسایه غربی ایران عثمانی ها رو در فرایند رفتارها و اتفاقاتی که در عصر صفویه در ایران رخ میده مهم تلقی میکنید؟ حقیقتا من اینو بار اول توی نوشته های جلال آل احمد دیدم که یه همچین تزی رو مطرح میکنم، میگو حتی حمله مغولان به ایران به خاطر تحریک غرب بوده که از اتفاقاتی که در ایران اون دوره در دوران سلجوقیان و خوارزمشاهیان که ایرانی ها متنعم شده بودن و صاحب ثروت بیکران شده بودن ناراحت بودن و مغولان رو تحریک کردن یا تطمیع کردن و این اتفاق افتاد. و در مورد مسئله صفویه و عثمانی هم یه همچی صحبتی هست، ولی در حقیقت در زمانی که صفویه و عثمانی به وجود میان اینجا شروع رنسانس در اروپاست و این رنسانس در اروپا یعنی اینکه آمدن کشتی های مختلف به سواحل مختلف، کشف آمریکا 1492 کریستوف کلمب، 1492 کریستوف کلمب آمریکا رو کشف میکنه، 1501 9 سال بعد شاه اسماعیل صفوی به سلطنت میرسه، اسپانیایی ها و پرتغالی ها بعدن انگلیس ها کشتی هاشون به تمام سواحل مختلف یا دریاهای مختلف میره و اینا. البته لازم بوده که برای خودشون متفقینی متحدینی در جاهای مختلف جور کنن و معمولا آدم وقتی همسایش دشمنشه میره متحدشو از اون ور انتخاب میکنه که با همسایش همسایت یا دشمن من فکر میکنم آقای خیلی این بس ادامه دارد. هنوز من سوالات زیادی دارم در مورد مسائل مربوط به خلیج فارس، بندر عباس، جزیره هرمز، امام قلی خان، مسائلی مربوط به کتاب معروف درد اهل ذمه که بخش عمده ای از این کتاب روی دوران بازشناسی رفتارهای فقهی در دوره صفوی امتداد داره. ما به پایان برنامه امشب رسیدیم، اگر اجازه بدید همین بحث رو در هفته آینده هم همراه با بینندگان خوبمون دنبال کنیم. سپاسگزارم از شما که در برنامه امشب حضور داشتید.